دختر مگه وای میسه تو مله ها بیسکویت بفرمایید شما هم بفرمایید. من از 10 اکتبر شروع کردم، البته یه چالش رو شروع کردم، یه چالش مثلا کلا فکر کنم یوگا همش اینجوری ساکت میشینی مثلا مدیتیشن اینا که ما اونجا زندگی میکردیم. به من گفتن مربی خیلی عالی داره. خواستم لباسامو بهتون نشون بدم چون به خودم خیلی انگیزه داده برای رفتن به یوگا. شما هم ببینید، میگن برای خانوما خیلی مفیده. من پیلاتس میرفتم ولی تا حالا یوگا نرفته بودم، اولین بارم. این تاپو خریدم که سفید پشتش بند داره، خیلی خوشم اومد از این مدلش به این شکله. بعد رنگ بنفشم که روش داره که خیلی دوست دارم. اینم شلواریه که گرفتم، این جورابم نگین برام گرفته چون من گلدوزی دوست دارم، برام اینو گرفته. اینم از باشگاه تشریفات ما، براتون فیلم بگیرم. اینجا هم یه زمانی مدرسه حسین بود، دیگه رفت هنرستان و علی میاد اینجا. چه خوشگله، ما پیلاتس میرفتیم از همون طرف میرفتیم، اینجا رو ندیده بودم. اینجا هم تا کسی نیومده، تا مربی نیومده براتون فیلم بگیرم. یه خانومی هم اینجا بودن که به من گفتن مربی خیلی عالی داره. همینطور که دارم پیاده میرم خونه بهتون نشون بدم، زمانی که ما 6-7 سال پیش اومدیم اینجا هیچ کدوم این خونه ها نبود. این آپارتمان ها بود اینا که ما اونجا زندگی میکردیم. این خونه های شخصی ساز هیچ کدوم نبود، به شدت هم داره ساخته میشه. خب من اومدم خونه بعد برای ظهر ماهی گذاشتم، با آب نمک نیم ساعت گذاشتم بمونه، بعد دیگه روی اون فاهیتا و زیره و فلفل سیاه و اینا زدم. درجه که بعضی از دوستان گفته بودن که با فر برقی بگید که چطوری کار میکنین، برای ماهی بین 200 تا 220 درجه میذاریم در حدود 30 الی 40 دقیقه. بعد حرارت بالا و پایین به علاوه فن هم روشن. نگین جانم، بیا مامان قهوه بخور. الان میام بابا بایستم. دو تا قهوه ناب درست کردم، خیلی خسته شدم، چند وقت بود پیاده روی نکرده بودم. نگی گوش میدی؟ دوربینم هستا، لباس پوشیده بپوش. چند وقت بود من پیاده روی نکرده بودم، امروز فردا، امروز این کارو بکنم، فردا اون کارو بکنم. من که اینجوری هم تا مجبور نشم ورزش نمی کنم. مثلا یه ساعتایی بذارم برای پیاده روی، میگم خب این کار انجام بدم، اینجا خونه رو تمیز کنم، میرم که دیگه نمیرسم. دیگه این میشه که یکی در میون میرم، ولی اگر که کلاسی اسم نوشته باشم دیگه مجبور میشم، به خاطر اون هزینه ای که کردم سر ساعت میرم و میام. حالا ببینم که چطوری میشه. یه موقع ها گفتم اگه سرد باشه، حالا بخوره به سرما، با ماشین میرم برگشتشو برمیگردم. سلام به همگی، امیدوارم که خیلی خوب باشین، روزای خیلی قشنگ رو سپری کنید. قشنگ رو درست کردم، مرسی. شما چی کار کردید؟ من که جا
از خواب بیدار شدم، بجم کار مختلف داشتم انجام دادم، مادم از خودم یه کافی درست کنم، مادم رژیمی که دیگه شما گفتید قهوه رو ترجیح میدم. یوگا چطور بود امروز؟ یوگا خیلی خوب بود، تجربه خوبی بود. تو برام خواستم تجربه هم با دوستانم به اشتراک بذارم، چون من بار اولم بود میرفتم یوگا، پیلاتس رفته بودم، بدنسازی رفته بودم، ولی گفتن که خیلی خوبه برای فشار کار ما که یکم حالا از این روحیمون بهتر بشه و یه همچین چیزی. بعد نگینم رفته بود دکتر، گفته بودن که خیلی یوگا خوبه برای کار ما. حالا الان میگم تازه. آره بعد نگین توی خونه انجام دادن، نگین بیا بریم. آخه مدل واسه من فرق داره. راستش من از 10 اکتبر شروع کردم، البته یه چالش رو شروع کردم، یه چالش مثلا برای سلامتی و حالا رژیم و لاغری و این چیزاست. نه که خیلی بگم همه آپشن ها رو داره، ولی یه سری حالا مجموعه از یه سری کاراست که برمیگرده به سلامتی، هم از نظر این که برای کم کردن وزن، هم ورزش، همین که مثلا اون مشکل و مریضی که من دارم برای اینا همه طراحی شده. منم تا حالا راستش یوگا انجام نداده بودم اصلا، خیلی شنیده بودم از یوگا که فقط یه ورزش نیستش، بعد از اون طرفم خیلی تو روح و روان و همه چی تاثیر داره. بعد خاله که میرفت میگفتش که خب، میگفتم خاله این یوگا چه جوجیه حرکات ورزشیش که هم مثلا آروم و چیزی که با حس و حال مثلا ارتباط داره چجوری؟ پس انگار مثلا هیچ کار نمی کنیم. گفت چرا، قشنگ بدنت خیس میشه، قلب تونتون میزنه اینا، ولی حرکاتش یواشه. مثلا نمیتونستم اینو درک کنم تا وقتی که امروز 29 اکتبر فکر کنم، آره تقریبا چیدم بگیم آخه نه، من چون چالنجم رو به این شروع کردم و خیلی هم واسه بیننده ها اینجوری بهتر کارش رو فارسی ما میگیم داره سختشونه. البته کسایی که خواهیم، ولی واسه میکنم دوتاشو بگم. آره خب دوتاشو آره. بگم من خودم مثلا همون نه چون با اون شروع کردم این چرا اگه من چه ایران میگم، ولی من از 19 روز پیش تقریبا از توی مهر شروع کردم اینو و الانم که 19 آبانه. خلاصه الان من 19 روزه که شروع کردم. اولی روزی که شروع کردم خیلی واسم میخواستم چیه که هم آرومه، همین که حس ورزش با آدم میده، واقعا این حس رو تجربه کردم. این حالی که خیلی آرامش میده، قشنگ احساس این که رو بدنت هم داره تاثیرات ورزش میذاره رو حس میکنم. به امروز بشینیم ادامه صحبت بفرمایید، شما هم بفرمایید. همیشه من اینجور موقع که میشیم صحبت میکنیم دلم میخواست با شما ها با هم بودیم. الان با همین دیگه. آره ولی خب من جای همه تون حرف میزنم. این کارتم خانم مربی بهم داد، گفتش که پیام بده بیارم توی گروه. آره یه گروه خیلی شادی داشتن، خانم ها خیلی شاد بودن اونجا. حالا من تا سالن خالی بود براتون فیلم گرفتم، ولی خب وقتی هستن نمیشه. بعد که با حس و حالش آشنا بشید، برای من که خیلی خوب بود، برای جلسه اول به دلم نشستید. یه موقع میگه جلسه اول زده میشی، ولی خب خوب بود و همه مهربون بودن و اولش برامون کتاب خون از مسائل مختلف. اولش مثلا هر بار یه کتابی رو میخونن، یه مگس هم اومده تو پرده رو زدیم کنار. بعدش دیگه میرن سلام به خورشید. سلام به خورشید خیلی سخت بود. من فکر کردم سلام به خورشید مثلا کلا فکر کنم یوگا همش اینجوری ساکت میشینیم مثلا مدیتیشن. آره اینطوریه، ولی نبود دیگه. این سلام به خورشیدش به من گفتش که چون شما جلسه اولتون و منم با یه خانم دیگه جلسه اولمون بود، شما اگر خسته میشید نمیدونم انگار 10 دور 12 دور ما میریم، شما هر جا خسته شدید دیگه نرید. دیگه اونو انجام دادیم و بعدش دیگه از این آهنگای آرام بخش واسم گذاشت و خیلی خوب بود، خیلی خوشم اومد. آره بعد دیگه مامان جانم که گفتم سرما خورد نیومد با هم، ولی گفت از جلسه دیگه میام. بعد بیاد خیلی خوبه. آره. حالا این مجموعه ورزشی که مامان میره، منم TRXشو میرفتم چند ماه پیش، خیلی مربیاشون نسبت به قبل صحتشون اومده بالا. من خیلی پسندیدم مربیاشون. من پیلاتس هم میرفتم خیلی خوب بود. آره ولی خب از قبل هم پارسا من خیلی 4-5 سال پیش میرفتم اونجا، از نسبت به اون موقع خیلی سطحش اومده بالا. و
بعد منم توی حالا ماما میگه که بیا اونجا با هم بریم، از یه طرفی دوست دارم جایی باشه که خب یه ساعت مشخص داشته باشه، یا اینکه اصلا بیرون میری توی اجتماع قرار میگیری، اینا خب خیلی خوبه واسه یه کلاس جدا از مثلا بار فنیش و بار چیزش، مثلا که تو اجتماع قرار میگیری خیلی خوبه، ولی من همیشه اولویت بندی میکنم که چه شرایطی مزایای بیشتری واسم داره. من چون کارام خیلی مثلا تو خونه یکم تایمش دست خودم نیست، واقعا میدونم که اگه مجبور بشم بخوام یک ساعت خاصی رو بذارم خیلی موقعا از دستش میدم، چون خب نمیتونم زبان آنلاین که دست خودته، دست خودت نیست. خب دست خودم همیشه خب هست هم نیست، مثلا دست خودم نیست هر وقت خواستم هر قدر که خواستم انجام بدم، اینجوری نیست، حتما موظفم توی حالا مثلا بازه زمانی چیزی رو تحویل بدم مثلا تا یه مسیری برم، برای همین اینجوری راحت ترم که بخوام ساعتش دست خودم باشه. اتفاقا با یه یوتیوبر معروفی هم من کار میکنم توی خونه به نام خانم آدریانا، فکر کنم امریکایی هم هستن، بعد به زبان انگلیسی هم هستش، خیلی معروف هم یعنی توی یوتیوب، اینجوریه که مثلا ویدیوهاشون ویوی چند میلیونی داره، ساعت تا 30 میلیونی هم داره که انجام میدن، حالا تایمای متفاوت داره، مثلا یه دفعه یه روز 16 دقیقه است، یه روزش مثلا 35 دقیقه است، تایمای این شکلی. بچه من توی چالشم هستم، باید این کارو هر روز انجام بدم، اگه با شما بیام یه روز در میون 3 روز در هفته است. بعد این سوال جالب بود که میخواستم بپرسم ازتون، من وقتی ورزش میکنم مثلا پوزیشن‌های مختلف یوگا رو به ما خب به انگلیسی میگن دیگه، خب که مثلا همون انگلیسی هم مثلا اون ساخته شده و چیزایی، اصلش که از هند اومده ولی خب به زبان انگلیسی میگن اینا رو، خواستم ببینم که به شما میخواد مثلا حرکات و یوگا رو بگه با همون اسم انگلیسیش میگه یا اسمای فارسیش رو میگه؟ نه فارسی، مثلا سلام بر خورشید، حرکت گربه، حرکت گربه رو مثلا ما میگیم که چیز کت کاو مثلا داریم مثلا این شکلی، داگم داریم داگم داریم، مثلا واک داریم، مثلا با دست واک میکنی، چیزای این شکلی داریم. از خاله من این سوال پرسیدم واسه همون جالب شده بود، گفتن که خب مربی ما یه سری چیزا رو انگلیسی میگفت، یه سری چیزا رو فارسی، یا مثلا دوتاشو میگفت، مثلا گفتش که مثلا آدم کلمه صحیح بین المللیش هم بدونه دیگه، مثلا دوتاشو میگفتن. نه فارسی میگن، بعد یه خانم جوانی هم هستن مربیمون، میگم خانمای خوش انرژی هم اونجا بودن، خیلی برای بار اول به من چسبید، گفتم با شما دوستانم در میون بذارم، بعد دوستانی که تجربه دارن کلاس میرن، اگر که نکاتی رو میدونن دلم میخواست که منو راهنمایی کنن، چون خانم مربی که صحبت میکردن اولش در مورد کتاب گفتن که من یه مسائلی رو هر بار براتون باز میکنم، شما هم میتونید سوال دارید یا اینکه در موردش میتونید بحث کنید و اینا، این اولش خیلی خوب بود، همه با هم دیگه انگار صحبت هم کردن و آره هم فکری بود. دلم میخواست که دوستان اگر که تجربه دارن در مورد یوگا برام بگن، بگن که برای من که کمر درد دارم، من به خانم مربی هم گفتم، گفتم که من با اجازتون هم کمر درد دارم، هم گردنم درد میکنه، هم زانوم درد میکنه، که حواسشون بود، گفتن که مثلا حالا اینو مثلا گردنتو زیاد نیار بالا، اینا رو بهشون گفتم، ولی خب دوست دارم که تجربیات شما رو هم بدونم. اتفاقا خیلی توی کامنت ها لطف داشتن به من، گفته بودن که نگین جون، من میگم نگین جون بعد خودم خندم میگیرم، یعنی آدم به خودش که نمیگه نگین جون، ولی چون از زبون شما میگم همینجوری که شما مثلا لطف داشتید حالا اینجوری خطاب کردید منو، من هم میگم میگن که نگیم جون عزیزم، خوشگلم تا این دختر دنیا. نه واقعا بعضی انقدر لطف دارن توی کامنت ها، شاید مثلا یه کلمه محبت آمیز باشه، آره مثلا کلمه محبت آمیز مثلا شاید فقط نوشتن باشه، خب مثلا بازو بگم خب یه کلمه نوشته چیز خاصی نیستش که، ولی باورتون میشه انقدر میچسبه راست میمونه، میچسبه انقدر حال خوب میکنه که اصلا ارزشش یه کلمه و یه مثلا حرف معمولی آره خیلی بالاتره. آره منم همینطور، بعضی از کامنت ها البته که تمام دوستان یعنی جز حالا 3-4 نفر که کاری نداریم، بیشتر دوستان انرژی میدن به ما،
میدونید کار ما شاید به نظر آسون بیاد، ولی خب چون مدامه، مثلا چون من باید 3 روز در هفته ویدیو بدم، باید دنبال ایده باشم، دنبال چیزی باشم که شماها دوست داشته باشید، یکم اینا رو محدود میکنه. بعد حالا دخترها راحت ترن، ما که کارهای خونه هم داریم و به کارهای دیگه هم برسیم. خب مثلا یه شکل دیگه دارم، یه شکل دیگه داری، ولی خب خونه داری به نظر من خیلی وقت بعد من داستانم دارم، اینا رو همه رو باید برنامه ریزی کنم، یعنی اگر بدون برنامه ریزی باشم به هیچ کدومش نمیرسم. ولی خب یه موقع خسته میشم که خب حالا چی بسازم، حالا چی کار کنم. کامنت ها رو که میخونم باور کنید میرم سر کامنت ها. اینقدر مهربون، اینقدر مثل یک خواهر، مثل یک دوست صمیمی صحبت میکنن که اصلا دلم نمیخواد دیگه، دلم میخواد هم پاش آدم ویدیو بسازه. آره ویدیو نذارم باشون به این صورت صحبت نکنم. خیلی خلاصه که وارد دنیای خوبی شدیم، من راضیم. با اینکه خیلی خوب فعالیتم از قبل بیشتر شده، تحقیق خودش هم داره. حالا داشتم اینو میگفتم، خواستم گفتم نگین جون که بینیم توی کامنت ها خیلی لطف داشتید به من، گفتین که مثلا گفتم چقدر لاغر شدی، چقدر تغییر کردی اینا. اولا که ممنون که به من توجه کردید و نظر مثبت برام فرستادین. حالا شما هم نظرتون رو به هم بگین. یکی از دوستان به من گفتش که چه جرعتی داری با اینکه میدونی انقدر راجبه همه چیزای ریزم نظر میدن، بازم خودت میان میگه حالا خودت چه مامانه میان میگید که نظرتو بگو. خیلی با دل جرعت باش که آماده شی واسه هر نظری که میشه. چون وقتی من خودم دارم میام میگم که بعضی آخه مثلا کسایی که تو فضای مجازی فعالیت دارن، حالا تو هر پلتفرمی، خیلی ناراحت میگه واسه چی مثلا درباره لباس من نظر دادید، راجع به نمیدونم هیکل من نظر دادید، خونه من نظر دادید. خب وقتی خودت نشون میدی، وقتی خودت میپرسی، پس این اجازه رو داری میدی که نظر بگیری. حالا خب آره نمید تو قالب بد بگن، توهین بگن، نگفتی با توهین به من این جواب بدی، فقط نظر اصلا توهین. اصلا وقتی خود نظر میخوای در مورد حالا لباس پوشیدنت یا در مورد خونه، آره دیگه خب نظرات دوستان راست میگه. من این بین کلام شما یه بار یه مثال خوبی زدم، خیلی هم دوستان خوششون اومد. انتقاد با نظر با توهین خیلی فرق داره. مثلا بعضیا میان توهین میکنن، ولی شما انتقاد پذیر نیستید، شما خونه زندگیتون رو گذاشتید در معرض نمایش، ولی انتقاد پذیر نیستید، باید آماده هر نظری باشید. نه ببینید، مثل اینه که من چندین نفر رو دعوت کنم خونم، دوستام حالا اقوام دعوت میکنم خونم، یه غذاییم میپزم، دلم میخواد که بیان توی خونه من دور هم باشید. وقتی که میان، خب حالا نمیگم تعریف و تمجید، میتونن حتی بگن غذات مثلا شور بود، آره. ولی این که مثال بزنم، مهمون من میاد خونه من میگه برای چی مثلا این مدل گلدونو خریدی، من دوست ندارم، چرا آره اینجا گذاشتی که من دوست ندارم. باید کلی نظر بدیم. منم کسی به من میگه لباسم قشنگه، مثلا هانیه جون، مامانم، ساناز، لباسم قشنگه، من از نگاه میکنم بودم به خودش میاد یا نه. نمیگم که نظر من خوب، چون شلوارش کوتاهه من دوست ندارم، چرا باید کوتاه باشه، اینو نمیگم. نگاه میکنم ببینم به خودش میاد یا نه، چون دوست داشته این لباسو بپوشه، ولی نظر منم میخواد که ببینه بهش میاد یا نمیاد. این یه مرز باریکیه که به نظر من باید توجه کنم. یه چیزی بگم، ما یه معلم داشتیم، حالا اسمشونو میگم، خانم مظاهری، کلاس مظاهریان یا مظاهری شو یادم نیست، ولی آفرین مظاهری بودن. خیلی خیلی معلمه، همه معلما من دستبوسشونم، واقعا کار قشنگی دارم، واقعا خسته نباشی میگم به همشون، ولی بعضی از معلما انقدر به جز مثلا مسئله درسیشون انقدر خوب باهاشون ارتباط برقرار میکنن، انقدر چیز زیادی ازشون یاد میگیره، درس زندگی ها، نه حالا مثلا درسای مدرسه، که خیلی تاثیرپذیری دارن تو سالای دورم، هنوز مثلا اون معلم رو یه جور دیگه یادتونه. حالا این خانم مظاهری به ما یه حرفی رو میزد، خیلی دوستانه میگفت، منم همجوری میخوام چیز کنم. ما کلاس پنجم بودیم، میگم سنی نداشتیم، ولی این جملهشون تو ذهن من همجوری موند. شاید این درس مثلا ریاضی رادیکال نرم مثلا یادم نباشه، ولی اون از اون مثلا 10 سالگی من یادم مونده تا الان که 25 سالمه، مطمئنن خیلی سال دیگه هم یادم هست. هنوز به ما همیشه میگفتش که بچه ها بشین و بفرمایید و بتمر، حالا ببخشید من کلمه رو میگم، ولی قشنگ واقعا این معنی رو میرسونه. درست.
یه معنی میده، ولی بستگی داره که شما از چی استفاده بکنید و بستگی داره شما چه رفتاری داشته باشید که بقیه باهاتون مثلا از کدوم یکی کلمه ها در بارتون استفاده بکنن. خیلی یه مثال کوچولو بود، یه چیز مثلا فقط راجع به نشستن بود، ولی فکر کنی بهش میبینی که خیلی تو زندگی کاربرد داره، تاثیر داره. بله، اینکه احترام به قول معروف میگن دست خودت دست باشه، اینکه با کسی اگر میخوای صحبت کنی، به نظر من چند سال به این نظر رسیدم، به این چی میگن اعتقاد پیدا کردم به این که اگر جایی میرم، حالا اقوام دوستان دعوتم میکنن یا باشون میرم بیرون، دقت کنید مثلا طرف رو که میبینید میگه سلام چطوری خوبی یا نه، با چقدر لباست بهت میاد. اصلا یه موقع من شاید اون لباس رو نپسندم یا اون مدل دوستم رو نپسندم، ولی روحیه میدم بهش توی صحبت های اول، نه با چه لباس قشنگی، یا موهات چه رنگ قشنگی شده، حالا بیشتر اوقاتم قشنگی، ولی خب خوشم هم نهید، میگم که مبارک باشه چه قشنگ اینو عوض کردی، مبارک باشه. اصلا باور کنید یه خودم روحیم اینقدر عوض میشه، حالا بغیر از اون انرژی مثبتی که به طرف دادم، حس خوبی که اون طرف خیلی ذوق میکنه، یعنی که میرم خونهشون، خونه هر کسی، میگم که وای چقدر مثلا مبلت قشنگه، چقدر گلدونت قشنگه، این انرژی مثبته هم به خودم برمیگرده، هم برای اون طرف خوبه، هم باور کنید اون دوره همه تا آخرش میچسبه به. من یه موقع بعضی دیدم که حالا از یوگا به کجا رسیدیم، ببخشید صحبت گرم شد، یه موقع ها میبینم که یه دوره همی هست، مثلا ما چند سال پیش با چند نفر از دوستان دوره همی داشتیم، من بعد از 3-4 جلسه ترک کردم. میتونم آره ترک کردم، اینا نگین خیلی کوچیک بود ولی میتونم، ولی خب میدونه. بعد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی که میرفتی توی جمعشون خیلی اولا فخر میفروختن به هم، مثلا اون موقع ماشین ظرفشویی تازه جا باز کرده بود، ما نهار رو که خوردیم خب کمک کردیم، گذاشتیم روی میز، گفتیم که بیایم بشوریم، تعارف کردیم، گفتش که همون دوستام گفتش که نه مگه ماشین ظرفشویی داره کار ما رو میکنه دیگه، مگه شما ندارید تو خونه هاتون که میگید ظرف و ما بشوریم، که خب من خودم نداشتم، دوست دیگر نداشت، گفتیم که وای ماشین ظرفشویی داره باشه. بعد حالا اینو مثال زدم، ولی کلا توی صحبت‌هاشون فخر فروشی بود، اون میگفت من اینو دارم، اون میگفت من این کارو کردم، شوهر من اینطوریه، اصلا نه از همدلی خبری بود، نه از مثلا اینکه خاطره دوره هم بگی بخندی. من با دوستای خودم که چند سال پیش پیداشون کردم، دوستای دبیرستانم، روز اول که همدیگر دیدیم که اصلا یه دنیای دیگه بود، یعنی رفتیم درست به همون سنی که بودیم با هم بودیم، از کلاس پنجم ما تا سوم دبیرستان با هم بودیم، که من ازدواج کردم، یکی از دوستام از تهران رفت، قشنگ رفتیم به دوره‌ای که ابتدایی در کنار هم بودیم، راهنمایی در کنار هم بودیم، اینقدر به ما خوش گذشت. بعد خاطرات زنده میشد که تو این کارو کردی، تو اون کار کردی، نه کسی از شوهرش گفت آنچنانی، نه کسی گفت من خونه زندگیم اینطوری، خیلی به ما میچسبید این دوره همی، حالا گرفتار شدم میذاره کم شده، ولی خیلی خوب بود. ولی اون دوره همین انرژی نمیداد به من، هر کاری میکردم اولش با خودم میگفتم، میخندیدم، بعد میدیدم از صحبتون بعضی دلگیر میشن، بعضی خیلی حساسن، بعد مثلا یه عالمه حواست باشه که نکنه فلان چیزی. آره، تو کل مهمونی من حواسم بود که یه موقع یه چیزی نگم فلانی ناراحتی بگه به من گفتی. آره. دیدم نه اصلا این چه کاریه که من بچه‌مو بردارم، کارامو انجام بدم، تونتون کارامو بکنم، برم یه روزم مهمونی بدم، به من خوش نگذره. اینه که این حس رو، چون این تجربه رو خودم داشتم، خواستم با شما هم در میون بذارم. بعد یه سوال داشتم، خواستم حافظه‌هاتون رو ببینم چه جوری. الان نگین گفت خانم مظاهری گفت کلاس پنجم، می‌خواستم ببینم که شماها تا کلاس چندم اسم معلماتون رو یادتونه. ببینید ابتدایی که یه معلم داشتیم، ولی خب راهنمایی و اینا رفت دیگه چند تا شد. من خودم الان داشتم فکر می‌کردم کلاس اول خانم لطفی بود، یه خانم خیلی مهربون که میدونم خیلی از معلم کلاس اول خاطره های خوب داره. آره که اولین بار پدیده به نام معلم می‌بینید. خیلی برامون خوب بود. خانم لطفی. کلاس دوم خانم زرین قلم بودن، یه خانم توپول، بعد یادم دامن میپوشیدن با از این جورابای ضخیم، شلوار نمیپوشیدن. بعد من خیلی برام چیز بود که همه شلوار پاشون بود، ایشون جوراب و دامن میپوشید و یه دونه حالت کت. اون خانمم خیلی مهربون بود. بعد کلاس سوممون
خانم نوابی بود که اونم خیلی خانم خوبی بود، مهربون بود ولی خیلی سختگیر بود. کلاس چهارم خانم باقری که من یادمه ماما میگفتش که میری سر کلاس میشینی فقط تو دهن معلم نگاه کن، حواستو نده به دوستات، ببین چی میگه. من انقدرم حرف گوش کن بودم، همینطوری میز دو سومم هم بودم، همینطوری نگاه میکنم تو دهن معلم که قشنگ دیده بودم دو تا دندونای یه طرفش پر شده بود. بیچاره بعضی ها گوش نمیدادن، داد میزم گوش کنه، اینجوری من همینطوری دقت میکردم. خانم باقری، بعد کلاس پنجم خانم گلابی. من اینقدر خاطره های سختی دارم از کلاس پنجم. برعکس من کلاس پنجم خیلی سختگیر بود، خیلی. یعنی اگر که همینطور رو میز نشسته بودی اینجوری میشدی، میآوردت پای تخته یا یه سوال میپرسید یا با خطکش میزدی به دستت. خیلی، حالا نمیدونم الان شاید منو ببینن نمیدونم حالا هر چی اگر که منو داری میبینی، من یا خودم ترسو بودم، شاید روش شما درست بود. ولی اینه که کلاس پنجم یه بارم به خاطر اینکه جورابم سفید بود، خانم خودمون نه، خانم ناظم اومد سر کلاس گفتش که شلواراتون رو بدید بالا ببینم جورابتون چه رنگی، و ما خیلی سفید بودن. من و سه تا از دوستام جورابمون سفید بود، ما رو انداخت بیرون. بعد خانم گلابی هم گفتش که آره ببریدشون بیرون که دیگه طبق قوانین نخوان چیز کنن، عمل نکنن. اینا بود که خاطرهای بد بود. ولی دیگه از راهنمایی که معلمامون چند تا شدن، فقط معلم علوممون رو یادمه، خانم صفایی بودن. بعد خانم دینیمون خیلی خانم خوبی بود، خانم نیکداد، هم خوشگل بود هم خیلی مرتب بود، خیلی مسائل رو قشنگ توضیح میداد. خانم قرآنمون خانم حاج پروانه بودن. بعد دیگه بقیه شنو خیلی یادم نمیاد. هرچی الان نگیم داشت میگم این فکر کنم دبیرستانم مثلا خانم بختیاری ناظممون بود، ولی به جز اسم چند نفر رو دیگه یادم نمیاد. مثلا از اسم فامیلی یادم نمیاد، با قیافه یادم نمیاد. حالا ما تا کلاس پنجم رو کار داریم، شما هم بنویسید که ببینم تا کلاس پنجم یادتونه. من تا کلاس پنجم دارم فکر میکنم، دومم رو یادم نمیاد، شما یادتونه؟ دوم؟ ببین اول که خانم شرف بود. آره. دوم یه خانمی بود که خیلی هم سختگیر بود انگار، بچه توپل بود، اسمشو یادم نیست. مرادی بود. نه مرادی کلاس اول حسینی. دوم اصلا یادم نمیاد. سوم خانم چمنجو بودن، چهارم خانم باردار شدن رفتن یه خانم دیگه به جاش اومدن، پنجام هم که هم خانم مظاهری که گفتم. بقیه حال راهنمای دبیرستان هم به چیزا یادمه، به قیافه یادم، اصلا به فامیلی و اینا شاید خیلی وقت فکر کنم یادم بیاد. بعد دبیرستان ما یه جوری بودیم، مثلا یه مثلا چجوری بگم، همون ابتدایی که یه معلم داشتیم واسه همه درس بود، ما دبیرستان هم چند تا درس عمومی داشتیم که اونا جدا، ولی یه معلم داشتیم که بیشتر باهاش وقت می‌گذروندیم، چون معلم تخصص مثلا چون من معماری خونده بودم، ایشون مثلا معلم تخصصیمون بود، یا مثلا بیشتر وقتا رو تو کارگاه و تو کارگاه نقشه کشی اینا بودیم، با ایشون بودیم. که فکر کنم سال دوم خانم احمدی بودن یادم قشنگ درست، سال سوم خانم قزبینی، خانم قزنفریان بودن و خانم الهامی که ایشون هم باردار شدن. تو قدم خوب خب من باعث شدم که به مغز هیچ فشار بیارم، شما هم به مغز دارم، شما رو هاش من هنوز دارم، خانمایی که دبیرستان بودن، چون مثلا اون وقت که ارتباط خب نزدیکتر شده بود. ناظم عزیزمون خانم قربانی بودن، یه خانم میخوام یک کلان تری داشتیم تو راه نمای خیلی مرادی نازم نبود، یه خانمایی هستن که معلم پرورشی هستن، ایشون این مدلی بود. خانم کلان تری سلام میکنم بهشون، تو شهرک فرهنگیان تهران پارس بغل پارک پلیس نشینیم، در واسه کسایی که بشناسن. بعد مثلا اینقدر گیر میدادن به ما که من تو سه بود واسه تو شهرک خونهشون داشتیم بیسکویت میخوردیم، اومد رو دعوا که گفت دختر مگه ما نیست تو مله ها بیسکویت بیسکویتم گفت بیسکویت. آره هی حالا دوره ها مثلا بهتر شد خدایی، مثلا مامانای سوی تعریف کن ما میگیم که من رفته بودم واسه ناخون همونی رو میخوام بگم،
مثلا بعد مثلا دوره ما بهتر شد، بعد الان ما با مامان یه چیزایی رو شنیدیم تو چه ویدیوی دیگه هم داشت. آها داشتم به یکی از دوستام میگفتم، اینو تو ویدیو نگفتم، الان رفته بودیم واسه ناخون با مامان، دختر خانم اومده بودن برای مدرسه، یه چیزایی تعریف کردن که من دهنم باز مونده بود که مثلا آزاد بود تو مدرسه. بعد اومده بودن قشنگ ژلیش کنن ناخونشون، آره. بعد من گفتم که ایراد نمیگیره، مادرشون گفت کوتاه‌ترین اندازه‌شو به اون خانم گفت براش اندازه کنیم. بعد گفتم که دبیرستان میرن، گفت بله. گفتم کاری ندارم به رنگ ناخون، گفت نه فقط میگن بلند نباشه، رنگی باشه اشکال نداره، لاک داشته باشن. بعد این پیرسینگای بینی و اینا اشکالی نداره، موه رنگ شده اشکالی نداره. گفتم خوب، پس دیگه به قول قدیمی ها گفتن کووید شده دیگه مدرسه ها. تازه میدم چیزمون نازمون به کلاسمون گفت تگزاس. مثلا ما چیکارم که مثلا میزنیم میزدیم رو میز میرقصیدیم و اینا، اوه کلاس شما تگزاسه فلانه. حالا بیچاره تگزاسه چه چیزی بود. ولی الان میشنم به خدا مثلا ما میرفتیم مدرسه، یعنی بگم به چی، به حتی پشت لب من کار داشتن، میگم تا سیبیلام رو مالا دوره ما سیبیلام رو میشمردن. نه ما یه نازم داشتیم برمیگردون مغنه هامون و مشکی بود دیگه، میکشید تو صورتمون اگر شک میکرد که ببینه کرم زدیم یا نه. اینو من خیلی یادم، مثلا من اونم مثلا داغ، حالا من خودم سفید نبودم، بیچاره اونایی که سفید بودن همیشه مغنه‌هاشون پشت رو میکرد میکشید تو صورتش. مرجان دوستان سفید بود، آره فکر میکرد کرم زده. خیلی ما حالا مغنه همو میگفتم باید بلند باشه، بعد بعدم میمد این مدت هم مود شده بود، مغنه ها رو ما این گوشه هاش میدادیم رو اپولامون، مثلا شیک میشدیم. اینو که میدادیم بالا، اگر که سر صف میدید از اون بر یک دادی میزد که مغنه تو بوده پایین، پس شما دیش ترسیدیم علاقی نمیشه پایین میومد به سرعت مغنه رو پرد میکنید. ما مثلا دوستم بینیش عمل کرده بود، سال سوم دبیرستانم بود، و بنده خدا گفتم بینیش خیلی بزرگ بود، رفت عمل کرد، بعد تابستون عمل کرد و دیگه مثلا مهرآبان اومد و بعد چسب می‌زدن تا سه ماه بعد چسب می‌زدن. گفتن چرا؟ میگفتن چرا چسب می‌زنی؟ من میگم من خیلی موافقم با این داستانی که هر جایی قوانین خودش رو داره. خب من اینو موافقم کاملا، ولی قوانینی که تحریف شده به نظرم باید چیزی باشه که به اون مکان، مثلا اگه بگن ممنوع میکنن یه کاریو، در صورت این باشه که اون کار به اون مکان یا به اون هدفی که ما براش تو اون مکان هستیم لطمه بزنه. خب درست. الان مقنه شما مثلا بالا بوده، هیچ لطمه به جو مدرسه و هیچ لطمه به این که شما اومدید اینجا درس بخونی نداشته. خب چسب به دماغ دوست من هیچ لطمه وارد نمیکرد. پس اینا واسه همه که میگیم قانون های مثلا مسخره و سختگیرانه، چون واقعا هیچ لطمه ایجاد نمیکرد. شاید الان بهتره. خب من بیارن حواسشون هم پرد میشه، حالا شاید حواسشون پرد نمیشه بچه ها، بعد گوشی میبرن با خودشون. آره گوشی میبرن. ما اصلا گوشی چیز خیلی بد بود، من قایم کردم تو پد بهداشتی، نه قایم کردم تو پوشه های چیز، مثلا گوشی ببرم که چرا کاری نمیکردم تو مدرسه. مامان چیزی نبود، یه اس ام اس بود. آفرین، مثلا می‌خواستم مدرسه بیام، مثلا مامان بپرسم خونه خودمون یا خونه مامان جان، من بیام کجا. مثلا یکم مشکلاتم این بود، مثلا این می‌خواستم استفاده بکنم. من دیگه بچه ترک بود به سرویسشون یه موقع گفتم بیارش خونه مامان اینا، ولی یه موقع‌ها گفتم یه موقع یادش میره یه زردر می‌زدم اینجای دستش، بعد میگم مامان نزدیک که می‌شد میگم که اگه زردر داشتم میمدم خونه مامان جان، این نداشتم میرم خونه خودم. یه موقع هم قاطی می‌کرد. آره کدوم زردر کدوم چی. خب خیلی دیگه صحبت کردیم، ما اینقدر با شما صمیمی شدیم دیگه میشینیم صحبت می‌کنیم دیگه، تا صبح حرف داریم. آره فقط من یه چیزی ببخشید بگم که تموم کنیم، این چون مهمه. اینو من می‌خواستم بگم که چه کامنت‌ها به من گفته بودید که خیلی خوب داری جواب می‌گیری و اینا، هم توی کامنت‌های خودم گفته بودین، هم توی کامنت‌های کانال‌های مثلا ماماینا گفته بودین. می‌خواستم اینجا بگم چون نمی‌شه تک تک مثلا بگم اینجوری، بعد خیلی گفته بودید چه راهی استفاده کرده اینا. اگه دوست دارید که من بگم که چه روشایی دارم اجرا می‌کنم و مثلا چی کار دارم می‌کنم، به هم بگید زیر همین پست کامنت بذارید، من پست به هم بگو، یادم انداز که این پست زیرش کامنتش نگاه کنم. اگه دوست دارید یه برنامه جداگونه بذارم، چون واقعا مثلا تو برنامه نمیشه
گنجونده آره، شامل در مورد اون چون دوستم اگه یه چیزی رو بخوام توضیح بدم اشتباه منتقل نکنم آره. همه یه چیزی که خودم انجام دادم، همه چیزی که خودم بلده رو بلدم قدم به قدم داری میری جلو با دوستان آره. باش که با آره. هم دیگه خیلی دقیقاً مثلا حالا آره. یه حالت ویدیویی براتون بذارم که ببینید تا جایی و یه چیزایی حالا بعد توضیح بدم که کامل دیگه در جریان باشید. پس اینم تو کامنت ها برام بگید. خب دیگه سرتون درد نمیاریم، ماهی ما هم آماده شد، گوشم داره میاد و جایتون خالی دیگه. همین، خیلی دوستتون داریم، در کنارمون همیشه بمونید، واقعا نیاز داریم یه موقع بهتون، به کامنتاتون، به بودنتون، عادت کردیم بهتون. انشالله که توی تمام مراحل موفق باشید. ما را میبخشید اگر که پر حرفی کردیم. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار. کانال منم لطفا اگه سابسکرایب نداری سابسکرایب کنید. اصلا ناز میخوام اینجا آدرسشو بذارم واسهتون و اینکه خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار. خدا نگهدار.